این مناظری شگفت‌انگیز از منشور بازالتی در ماکوه. اگر حرف از خاص‌ترین ها در ایران باشه، منشور بازالتی ماکو در این لیست جا داره. صحبت از ستون‌های سنگی منظم آتشفشانیه که هر بیننده‌ای رو مسحور خودش میکنه. نکته جالب برای من بکر، زیبا و فوق‌العاده تمیز بودن این مسیر بود. گویا هنوز این منطقه کاملا ناشناخته و پای گردشگران به این منطقه باز نشده. چقدر زیباست. به این میگم منظره. صخره‌ها با انسان سخن میگن. با شما هم صخره‌ها. با شما هم صخره‌ها. این دره بکر و جذاب در بین مردم محلی بیشتر با نام ایلانلار درسی شناخته میشه که به معنی دره مار هاست. ستون‌های منشور مانند بازالتی ماکو یکی از نمونه‌های کم نظیر جهانه که حاصل انجماد گدازه‌های آتشفشانی در دوره سوم زمین شناسی. رودخانه معروف زنگمار که از ارتفاعات کشور ترکیه سرچشمه میگیره در گذری طولانی از این دره عبور میکنه و در نهایت به رودخانه ارس میپیونده. اونایی که منو میشناسن میدونن که سفر جزء جدایی ناشدنی شخصیت منه و شوق سفر همیشه در من زنده است. مقصد تازه سفرم سرزمینیه که از موهبت مردمانی با فرهنگ‌های مختلف و با جغرافیایی از آیین‌های زیبا، خوراکی‌های بومی خوشمزه و محصولات صادراتی متنوع برخوردار. سرزمینی که به رنگین کمان اقوام در دامان دریاچه درخشنده شهره است و تنها نقطه ای از ایرانه که با سه کشور آذربایجان، ترکیه و عراق هم مرزه. راه ورود به غرب از دل این سرزمین میگذره. سرزمینی که نوبت درخششش فرا رسیده و یکی از مقاصد اصلی گردشگری ایرانه. این سرزمین قلبی از تاریخ داره و مردمانش شوق زندگی رو در وجود خودشون کشف کردن. مردمانی ساده، مهربان و البته از حیث شادی بیکران. و حالا من اینجا در سفری خاطر انگیز به سوی شمال غرب ایران، تاج زاگرس. به ماکو خوش اومدید. ماکو یکی از شهرهای زیبا و دیدنی در استان آذربایجان غربیه که جزء شهرهای مرزی ایران به شمار میاد. این شهر در میان باریکه ای از دو کوه بلند صخره‌ای جا گرفته و در دوره‌های مختلف به عنوان یک شهر مرزی تونسته از هجوم و حرکت نیروهای بیگانه به داخل کشور جلوگیری کنه. شهر ماکو از غرب با ترکیه و از شمال با جمهوری خودمختار نخجوان هم مرزه. شهر مرزی ماکو در فاصله 280 کیلومتری شمال ارومیه و 250 کیلومتری شمال غرب تبریز قرار داره. مردم ماکو به دو زبان ترکی آذری و کردی کرمانجی صحبت می کنند.
یاقوت احموی عقیده داره ماکو محل زندگی روحانیون زرتشتی بوده، لذا در اصل ماککوی نام داشته که به مرور ماکو شده. در منطقه ماکو بازمانده های یک شهر بزرگ قدیمی که دامبات و خاورزمین نام داشت دیده میشه. گلداران ساسانی از ساکنان این منطقه بودن. این شهر ویرانه رو هنوز خاورزمین می نامن. از کوچه های تنگی دارم عبور می کنم که خونه هاش ویران شدن و آدم هاش رفتن. اما این خونه هنوز درش باقی است و ظاهرا قفلی هم روش داره که نشون میده وارثش هنوز هست. و از همه مهمتر استراحتی که صاحب خونه قدیم اینجا میکرد. این تنها خونه نیست، خونه های دیگه هم پایین دست دیده میشه که همه سقف فرو ریختن، ولی ثابت میکنه که در زمانهای نه چندان دور سکونتگاه مردم ماکو بوده. در جلد ششم فرهنگ معین اومده ماکو در قدیم قلعه‌ای بود به نام قابان که چون محل دزدان بود شاه عباس اون رو خراب کرد. بنای شهر ماکوی امروزی رو میشه از سال 1012 دونست. در دوره‌های بعد اعراب و ترکان سلجوقی بر منطقه چیره شدند. خونه‌هایی که سقف‌هاش فرو ریخته و دیوارهاش باقی موندن شاهد اینه که یه زمانی اینجا شهر بوده، یعنی ماکو در کوه قرار داشته. تا چه زمانی؟ تا زمان قاجار و حتی زمان پهلوی، چون تیر برخا شاهد اینن که در اون زمان هم عده اینجا سکونت داشتن. اما به مرور مردم زندگی در پای کوه یا کوهنشینی رو رها میکنن و به دره پناه میارن و امروزه ماکو در میان دره قرار داره. کلاویخو سفیر پادشاه اسپانیا که در تاریخ اول ژوئن 1403 میلادی از ماکو دیدن میکنه اون رو قلعه مینامه که حاکمش مسیحی و نورالدین نام داره. به گفته او قراولان همگی از ارمنستان هستند ولی آشنا به زبان ترکی و فارسی. جالبه، این یه چتره و حتی آسمون هم بالای سر من دیده نمیشه. در ضلع شمال غربی شهر صخره‌ای وجود داره دارای فرو رفتگی و برآمدگی های بسیار شگفت‌انگیز و دیدنی که در اصطلاح محلی قیه نامیده میشه. این صخره بی‌نظیر همچون سایبانی بخش وسیعی از فضا رو در بر گرفته. در زیر همین سایه آثار تاریخی و معماری جالبی باقی مونده که به اون قلعه عیان یا قابان میگن. قلعه قابان یا قلعه ماکو شاهد شکست اورارتوها از مسیحیان و سپس شکست ارامنه از قرقیولوها بوده که در نهایت با غضب شاه عباس دوم محکوم به تخریب میشه. بقایای قلعه ماکو هم اکنون در بلندترین نقطه شهر دیده میشه که این نشان از عظمت و صلابت این بنای عظیمه. راه‌های پلکانی و تونل‌های مخفی راه تردد مردم به شهر بود، اما بیشتر این تونل‌ها بر اثر ریزش کوه، رانش زمین و مرور زمان مسدود شدند. بر اساس برخی از اسناد تاریخی در زمان لشکرگشایی تیمور لنگ این بنا مستحکم‌تر شد تا تیمور نتونه اینجا رو تصاحب کنه. زمان ساخت قلعه ماکو به درستی مشخص نیست. به احتمال زیاد بنای اولیه اون مربوط به قبل از اسلامه و در دوره‌های بعدی برج و باروها و تأسیسات دیگه‌ای به اون اضافه شد. برج و باروهایی که در دوره حکومت تیمور احداث و یا تقویت فیزیکی شدند، حدود 250 هکتار از بافت قدیمی ماکو را در بر گرفت و در این محدوده تأسیساتی از قبیل شاهنشین، حمام، زندان و دیگر اماکن مورد نیاز شهری دیده می شود.
گفته میشه یک سند تاریخی در روی این صخره‌ها وجود داره. ظاهراً باید بگردم تا پیدا کنم چون وسعتش خیلی زیاده. چیزی که مشخصه فعلاً این صخره رو باید برم بالا. این هم کتیبه شاه‌عباس دوم، اما پشتش ماجرایی داره. میگن قلعه قابان یا همون قلعه ماکو که امروز اسمشو میگیم، در قدیم جایگاه یک مشت راهزن شده بود، به خاطر اینکه در بین راه ابریشم قرار داشت و بازرگانان زیادی از اینجا تردد میکردن. وقتی ناامنی رو میبینه شاه‌عباس دوم، تصمیم میگیره اینجا رو تصاحب کنه. ابتدا لباس بدل میپوشه، به عنوان بازرگان از این مسیر گذر میکنه. راهزنا فریب میخورن، حمله میکنن، غافل از اینکه شاه‌عباس دوم سپاهیان رو از پشت آماده کرده بود. حمله میکنن و قلعه رو فتح میکنه شاه‌عباس دوم و به نوعی تخریب میکنه، اونها رو دستگیر میکنه و این کتیبه رو به یادگار به جا میذاره. حالا چی نوشته؟ یا الله، یا محمد، یا علی. این قلعه که اسم او ایام بود، ضرب المثل همه جهان بود. عباس شه، آن که دولت و فر هر روز ز روز او فزون بود، فرمود خرابی این مکان را چون خانه مکر مفسدان بود. باغات و غلاه کوه و عرضش در عرض دو ماه بی نشان بود. به هنگام انعقاد عهدنامه شرم‌آور گلستان در مورد ماکو، میان روس و عثمانی رقابت بود. در پی اون به مردم و خانهای ماکو اختیار داده شد تا به هر سو که مایلن ملحق شن و اونها الحاق به ایران رو انتخاب کردن. از این حیث خوانین ماکو به ویژه تیمور پاشا و اقبال السلطنه طرف رعایت و ملاحظه قاجاریه بودند. و حالا اینجا کاخ موزه باغچه جوق که به دستور تیمور تیموری ملقب به اقبال السلطنه ماکویی، یکی از حکام مقتدر و یکی از سردارهای مظفرالدین شاه احداث شده. باغ به این بزرگی، کاخ با اون عظمت، نه آیفونی، نه زنگی، چطور داخل رو باید اطلاع بدیم؟ شاید همون به سبک قدیم. چقدر صدا میپیچه، ظاهراً پشتش باید یک فضای گنبدی باشه که به این شکل صدا میپیچه. آقا ببخشید، در باز میکنی؟ سلام. حدسم درست بود، گنبدی شکل. این کاخ در جنوب شرقی روستای باغچه جوق و در 6 کیلومتری ماکو و در 2 کیلومتری غرب جاده اصلی بازرگان جای گرفته.
معماری این بنا تلفیقی از معماری سنتی ایرانی و غربی، خصوصا معماری کشور روسیه در اواخر سده 19 میلادی. ساخت این بنا در حدود بیش از 120 سال قبل در زمان پاشاخان آغاز شد و در زمان اقبال و سلطنه به اتمام رسید. مجموعه کاخ در میان باغ بزرگی با درختان کهن گوناگون به وسعت 11 هکتار قرار دارد. این محل به علت ویژگی‌های معماری و هنری به کار رفته در اون تبدیل به موزه‌ای شده که همه روزه گردشگران از اون بازدید می‌کنند. دلونا قربان نانا کاخ سردار ماکویی در سال 1274 توسط تیمور تیموری ملقب به اقبال السلطنه، یکی از افراد مقتدر ماکو و سردار سپاه مظفرالدین شاه احداث میشه. این مکان در اون زمان به عنوان مقر حکمرانی سردار ماکویی مورد استفاده قرار میگیره. خانواده سردار ماکو تا سال 1353 در این مکان سکونت داشتن، تا اینکه دولت وقت این مکان رو از اونها خریداری و مرمت و بازسازی میکنه. در سال 1358 درهای کاخ به روی عموم باز میشه، تا اینکه در سال 1366 این مکان رو به اداره میراث و گردشگری ماکو واگذار میکنه. این ساختمان بناییه که به صورت قرینه ساخته شده. معماری نیمی از اون ایرانی و نیم دیگه روسیه. از زیباترین بخش‌های داخلی کاخ حوضخانه و تالار آینه است که بیشتر برای مراسم و جشن‌ها از اون استفاده می‌شد. صدای فواره‌ها بسیار گوش‌نواز بود. البته فعلاً سکوتش برام گوش‌نوازه. این بخش با آینه‌کاری‌های موجود در دیوارها که تصویر رو انعکاس می‌ده و فواره آب واقع در وسط اون طراحی بسیار چشم نواز و هنرمندانه‌ای رو داره. قسمت ایرانی با ظرافت و به وسیله نقوش گل و بوته و مردان دوره قاجار و قسمت فرنگی نیز با کاغذ دیواری خانه‌های روسی متعلق به قرن 19. البته نقش و نگارهای اروپایی به زیبایی هرچه تمام‌تر تزئین شده.
اینم اتاق خواب سردار بوده که دست کمی از اتاق خواب بنده هم نداره. کاخ موزه باغچه جوق به عنوان یکی از ارزشمندترین و باشکوه‌ترین آثار تاریخی به جا مونده در استان آذربایجان غربی در تیر ماه سال 1375 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. در ماکو خونه های قجری هنوز باقیه. یکی از این خونه ها متعلق به علی خان بیاته که توسط نوادگانش نگهداری میشه. سلام، درود بر شما. خوبی؟ خوب هستین ان شاء الله؟ دیر نکردم. نه، خواهش میکنم به وقتش اومدین. خواهش میکنم بفرمایید. نه نمیام. نمیشه، خواهش میکنم. حال شما خوب هستین؟ قربونت برم الهی. بفرمایید. خواهش من. نه بفرمایید. نه نمیشه که. نمیشه قربونت. پس با هم بریم. بله بفرمایید. حال شما خوب هستید؟ شما چطوری؟ خودواری خوبم. از لطف کردیم. خواهش من قربان. میگم خود این پله‌ها یه حالی با آدم میده. بله، ارزش خودشو داره. بالاخره معماری اون موقع بود دیگه. اینجا اتاق پذیرایی باشه. بله، پذیرایی اتاق خواب بشه. اتاق اندرونی هستش که اتاق کار علی خان بیات بود. معماری این به چه دوره‌ای برمیگرده؟ به دوره قاجار برمیگرده. قاجاریه. بله. 150 سال عمر این بنا هستش. میشه گفت یه نسل کوتاه مدت از ساختمان باغچه جوق جلوتره. درسته. اینجا رو مصطفی پاشاخان واسه پسرش علی خان ساخت. علی خان با سردار ماکو هم دوره بود. درسته. ترجمه می‌کنین؟ به خاطر یعنی با اقبال السلطنه. بله. به خاطر همون یه 30 سال اینا جلوتر از باغچه جوق اینجا ساخته شده. خدمتشون عرض کنم که ساختمونش اون موقع که ساخته شده معماری زمان خودش رو داشته، ساختمان گلی بوده، منتها اسکلت ساختمان رو چوب ساخته شده اکثرا. این درایی که میبینین به اصطلاح بلندگامت هستش اینا، غیر از اینکه معماری خاص زیبایی خودش رو داره، به خاطر اسکلت ساختمان هم هست که ساختمان رو نگه داره. وقتی کنار در وای میستی احساس میکنی دو تا نصفی باید بله قد داشته. بله، 4 متر ارتفاعش اومده. 4 متر ارتفاع. 4 متر ارتفاع. بچه قدن چوبش خوب مونده. بله، اینا چوبای روسی هستن. اینا رو به قول معروف به اصطلاح چوبای روغنی هستن. درسته. که به اصطلاح زود از بین نمیده. حتی همین حالاش هم نگاه کنی توش این پره. هیچ درسته. موردی توش نیست. درسته. میکنی. حتی درسته. پوسیده هم نمیشن اینا. اسکلت این ساختمون رو بنای ایناست. بله درسته، یعنی محافظت میکنه. بله درسته. حتی زمان جنگ جهانی اول اینجا کنسول روس بود. الان این عکس خیلی شبیه مظفرالدین شاه. کیه ایشون؟ مصطفی پاشاخان میرپنج، همان بیات ماکو هستن. خدمتتون عرض کنم ایشون پدر بزرگ پدرم هستن. درسته. قبل از ایشون 13 نسل قبل از من مصطفی بیک بیات بله از ایروان به دستور شاه عباس میاد گله گابان که دست عثمانی‌ها بوده،
اونا اونجا رو میگیرن. از اون به بعد طایفه بیات اینجا ماندگار میشن. طایفه بیات ما بین مرز ایران و عراق زندگی میکردن، شیعه بودن. خدمتتون عرض کنم چون جمعیت اینا میرفتن بالا و حاکمیت اون موقع میترسید که بیان مرکز رو بگیرن، حکومت کنن به ایران، اینا رو پخش میکنن تو شهرستانهای تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، عراق و همدان. شاید به خاطر اینکه جنگجو بودن برای حفاظت از اون مرزها این کارو کرده باشه. بیشتر تو تاریخ هستش که از مرکز میترسیدن که بله بیان مرکز بگیرن، حکومت بکنن. یه دوشنم میفرستن ایروان. درسته. اون موقع اونجا ارمنی نشین بود. اونجا رو میگیرن. بعد از یه مدتی شاه عباس دستور میده به مصطفی بیک که پسرش هم علی بیک بود، از ایروان با 300 خانوار میان گله گابان که دست عثمانی ها بود اونجا رو ازش رو میگیرن و تو ماکو موندگار میشن. یعنی شما میخوایی بگی که شاه عباس لوحی که در قاپان داره، بله، تسخیر کننده اونجا بیات ها بودن. بله. سربازای بیات. یعنی بله. نیروهای دیگه نبودن. من نه قزل باشم. نه قزل باشم بود فکر کنم. نه قزل باش یه جریان تاریخ خودشو داره. این آینه که هستش تختش کلن آبنوسه، آینه خودش دستسازه، آینه سنگی بهش میگن. درسته. تو کارخونه درست نشده، امواجی که داره، موجی که داره، این نشان دهنده اونه که این آینه دستسازه. اینا همشون اون موقع که شاه بهیم خانم زن مصطفی پاشا خان میشه، جهیزیه اون از باکو آوردن. یعنی چند ساله؟ چیزی در حدود میشه گفت 180 سال پیش، 170 سال پیش این موقع. بیشتر ابزار ابزار روسه، یعنی به نوعی تاثیرگذار بود روی معماری قجری. بله. الان سبک کارش چیه؟ حتی مارک روس هم داره. بله، روسی نوشته شده. اینا چدنی هستند. درسته. خدمتتون عرض کنم زغال سنگ و یا چوب. درسته. میذاشتن اینجا میسوخت. فقط نقش این فقط و فقط گرم کردن دیوارها بود. وقتی دیوارم اون موقع گرم میشد، به راحتی سرد نمیشد. زمان میبرد. زمان میبرد. مقصد بعدی سفرم گذرگاه مرزی بازرگان یا مرز بازرگان. شهر بازرگان از توابع شهرستان ماکو و در 15 کیلومتری شمال اون قرار گرفته. بازرگان به عنوان نقطه خروجی مرز ایران و ترکیه در دامنه کوه آرارات واقع شده. مرز بازرگان از مهمترین نقاط گمرک ایران و در فاصله 1 کیلومتری شهر بازرگان واقع در شهرستان ماکو قرار دارد. گمرک بازرگان در سال 1305 از زمانی که روستای بازرگان حدود 40 خانوار جمعیت داشته در این منطقه مستقر بوده. بنای اولیه این گمرک یک اتاق گلی به همراه 4 تا 5 نفر از پرسنل بوده. اینجا نقطه صفر مرز بازرگانه، در نزدیکی کوه آرارات. این گمرک در سال 1305 ساخته شد و تنها راه 24 ساعته و بین المللی ایران و ترکیه است. این گذرگاه از طرف ترکیه گوربولاق نامیده میشه. گمرک بازرگان در حال حاضر به منظور انجام امور مختلف گمرکی شامل مسافری، واردات، صادرات، ترانزیت فعالیت داره و همچنین گمرک پلدشت و بازارچه‌های ساریسو و سنمبلاغی تحت مدیریت گمرک بازرگان مشغول فعالیت هست. این مرز دارای دو ورودی جداگانه کامیون، اتوبوس و سواریه و ظرفیت عبور روزانه 700 کامیون رو داره، ولی به دلیل مشکل پارک و همچنین مشکلات گمرکی و طولانی بودن پروسه ترخیص، تعداد کامیون‌های عبوری روزانه بین 350 تا 500 کامیون در حال تغییره که این موضوع باعث ایجاد صف‌هایی به طول 20 کیلومتر در دو باند در دو طرف مرز میشه. با تاریک شدن هوا، ماکو چهره متفاوتی به خودش میگیره. چراغ‌های توسعه و پویایی و ثروت در این نقطه از ایرانمون می‌درخشه.
من به یک اقامتگاه بومگردی در روستای درویشکندی ماکو دعوت شدم که ساکنینش کردهای کرمانجن. درود بر شما، احوال شما خوبی؟ بابا صاحب اقامتگاه بومگردی حسن طاهریانه که با یک خوراکی محلی عشایر کرد ماکو میزبان من میشه. قدیما برای ختنه سورانی، جشن ختنه سورانی بود. ختنه سورانی چه ربطی به من و شما داره؟ دیگه برای من و شما، چون که شما مهمون عزیز هستین، از راه دور اومدین، به خاطر برای مهمون عزیز درست کردیم. برای مهمون عزیز؟ بله، برای مهمون عزیز که از راه، نه برای مهمونه که از راه دور می اومدن. درسته. این غذا در اصل غذای کردیه. بله. به زبان کردی سلقلی میگن. سلقلی؟ سلقلی. به زبان آذری شیرین هم میگن ساج قاورما. به زبان ساج قاورما. ساج قاورما. قاورما. ساج قاورما. ساج یعنی همی ساج. بله. قاورما هم که به گوشتش میگن. درسته. ساج قاورما. بله، ساج قاورما. به فارسی هم میگن تاس کبابی، طبعا غذای تاس کبابیه. شبیه تاس کبابی خودمونه. شبیه تاس کبابیه. خیلی لذیذه. بله. الان گوشتش فرق میکنه. چه گوشتیه این؟ این گوشتش باید گوشت گوسفند نر، حداقل دو سال دیگه بیشتر نباشه. گوشت گوسفند نر. اینو باید حتما با ماست و سیر بخوری. یعنی بزنیم داخل ماست؟ چون ماست رو بریزی، ماست رو میریزی با اجازتون. اجازه هست دیگه. خواهش من. این ماست، ماست سیر. ماست موسیر نه، ماست سیر. ماست سیر. ماست سیر، سیر طبیعی، ماست طبیعی باشه. از این ماست محلی ها. حالا شما یه آزمایشی بکن. ببینم مزهش فرق میکنه یا نه. درسته این؟ این بلدی. ما که خیلی این درسته. مزه کردن. بله بله. خب. یه اندازه دلخواهی خودت. این غذا به این لذیذی متعلق به چه قومیه؟ این غذا رو تو این منطقه ماکو مخصوصا عشایر ماکو اهل جلالی میگن. کردای ماکو اهل جلالی میگن. این غذا مخصوص ال جلالی کرده آذربایجان غربی. درسته. علل خصوص ماکو. ولی چرا این گوشت رو توی ختن سورانی ها میخورده؟ چون که مهمون ها اونقدر عزیزن، بخاطر عزیزیشون این غذا رو برای مهمون ها درست میکنن، برای جشن ختن سورانی و مهمون هایی که از راه دور میان. در 7 کیلومتری غرب شهر ماکو، در مجاورت روستای سنگر، دخمه سنگی فرهاد یا بام فرهاد قرار داره. این اثر تاریخی از آثار مربوط به اقوام اورارتو در قرن 8 پیش از میلاد مسیح بوده که در این شهر باقی مونده. این گوردخمه شامل اتاقهاییه که در دل کوه و درون صخره بزرگ تراشیده شده و با راه‌پله سنگی به کوه متصله. چقدر زیبا روی صخره پله کندن یا تراشیدن که به راحتی میتونی از روی صخره عبور کنی. قصه شیرین و فرهاد یکی از قصه های جالب ایرانیانه. عشقی که کوه رو میتراشه و این دستمایه‌ای شده برای هر کس که سنگ تراشه ای رو دید یاد این قصه بیفته. بام فرهاد در نزدیکی شهر ماکو یکی از این قصه هاست. بومیان معتقدن جوانی برای رسیدن به عشقش شروع به کندن صخره میکنه و اتاقش رو آماده میکنه. اما اسناد تاریخی میگن این دخمه از زمان اورارتورها باقی مونده و حدس زده میشه این منطقه شهر اورارتورها بوده. دیوارهای سنگی دخمه به نحو جاوانگیزی صاف و صیقلی داده شدن، به نحوی که تراشیدن چنین دیوارهای صافی در دل صخره‌های سخت کوه حتی در زمان حال هم مشکل به نظر میرسه. داخل دخمه کاملا تاریک و هیچ منبع نوری وجود نداره.
این گوردخمه در دل کو و در صخره بزرگ تراشیده شده و به وسیله پله به کوه دیگه ارتباط داره. گفته میشه تا قرن هفتم پیش از میلاد این گوردخمه رونق داشته، تا اینکه در جنگ جهانی اول روس‌ها اینجا رو کشف میکنن و تمامی خزائن اون به تصرف اقبال و سلطنه در میاد، یعنی حاکم ماکو. چیزی که خاطر هر فرهنگ دوستی رو آزرده و نگران میکنه برخورد نابخردانه برخی با آثار تاریخی سرزمینمونه. بارها گفتند و گفته ایم و یه بار دیگه میگیم، باید سفر در پی هدف والایی باشه، هدفی که اونو تبدیل به یک تجربه مفید کنه، مفید برای مسافر، مفید برای میزبان، مفید برای طبیعت و مفید برای میراث فرهنگیمون. ما در مقابل لذتی که از سفر میبریم مسئولیم. مبادا خراشی بر جان داشته‌های تاریخیمون که جهان رو متحیر کرده و پس از قرنها به سختی به دست ما رسیده بندازیم. مبادا طبیعتی که مایه حیات ماست، بخشی از ماست و اساساً متعلق به همه بشریت، آزرده یا تخریب کنیم. چه عیبی داره طوری سفر کنیم که مردم و طبیعت دلشون برامون تنگ بشه و انتظار مسافر دیگه رو بکشن؟ و حالا پایان بخش سفرم. تشکیل مرزهای جدید ایران و ترکیه به دوره عثمانیان برمیگرده. کمیسیون مرزی ایران و دولت عثمانی در سالهای 1911 تا 1914 میلادی در مورد مسائل مرزی در محدوده آرارات به یک تفاهم کلی رسیدند و همین تفاهم سنگ بنای مرزهای کنونی قرار گرفت. در سال 1310 شمسی در دیدار وزیران خارجه ایران و ترکیه قرار شد آرارات کوچک به ترکیه واگذار شه و ترکیه از بخشی از ادعاهای خودش در بخش غوتور دست برداره و این پایه شکلگیری بعدی مرزهای دو کشور شد. ترکیه 534 کیلومتر مرز مشترک با ایران داره، اما طی سالهای گذشته اعلام کرده که برای افزایش امنیت مرزی دیوار مرزی به طول 114 کیلومتر احداث میکنه. اما ساخت این دیوار در شرق استان آغری به جای 114 کیلومتری که قبلا گزارش شده بود در نهایت به 81 کیلومتر کاهش یافته و به اتمام رسید. ورود به این منطقه ممنوعه. البته برای مهدی خلیلی مجوز صادر شده. با سپاس از گورهان مرزی بورالان ماکو، هرچند خواستیم از اونها تصویری بگیریم و زحماتشون رو نشون بدیم اما راضی نشدند، ولی باید بدونن که ما قدردان زحماتشون هستیم و همیشه در قلب ما جا دارن. تالاب قرصو، یعنی آب سیاه، بین مرزبانی ترکیه و کشور عزیزم ایران. مسیر بسیار زیبا و شاعرانه است، اما از اونجایی که در نقطه صفر مرزی، مرزبانا در پشت دوربین هدایت میکنند ما رو. شاید خیلیاتون کنجکاو باشید که میخوایم کجا بریم، و باید اینو بگم که این نصیب هر فردی نمیشه. همه ما میدونیم که نقشه یک کشور عزیز ما قسمت بالاش سر یه گربه است و هر گربه دو تا گوش داره. گوشی که اینجا میبینیم
گوش بالایی گربه است. همینه. یعنی مرز صفر بین ایران و ترکیه. روی گوش این گربه یا میل مرزی حروف انگلیسی کندکاری شده که یقیناً کار سربازان قدیمه که شاید یه روزی اثر تاریخی بشه. غیر از این میل، حدود 500 میل دیگه در مرز بین ایران و ترکیه قرار داره. جایی که من ایستادم هر فردی نمیتونه بیاد. چرا؟ یه پام الان در خاک ترکیه است، یه پام در خاک ایرانه. این بار رایزنی با مرزبانان و محبت این عزیزان تونستیم بیایم در این قسمت و من نوک گوش بایستم و از این طرف ترکیه رو نظاره‌گر باشم و از این طرف وطن عزیزم ایران رو. و اما این میل یک فرعی یا یک آ، میل یک حدوداً 40 کیلومتر جلوتره و پرچم سه کشور ارمنستان، جمهوری نخجوان و کشور عزیز ما ایران در اونجا به اهتزاز در اومده. بین ما و ارمنستان یه خاک باریکی به قول دوستان به اندازه دم گاو، خاک ترکیه است که مانع از همسایگی ما با ارمنستان میشه. آذربایجان غربی دومین استان پرآب کشوره و به واسطه همین مزیت چشمه‌ها، آبشارها و مناطق گردشگری پرآب فراوانی در این خطه از جغرافیای کشور وجود داره. چشمه ثریا، قلب تپنده شمال غرب ایران. یکی از این مناطق گردشگری چشمه ثریا است که در منطقه‌ای به نام بورالان که به بهشت گمشده استان شهره است، در شمال ترین نقطه آذربایجان غربی در شهر ماکو قرار گرفته. چه گواراست این آب. چشمه ثریا در نقطه صفر مرزی ایران و ترکیه میجوشه، البته در خاک وطنم ایران، و یکی از سرچشمه های رود ارس. این چشمه با تالاب‌هایی که ایجاد کرده همه فصول میزبان پرنده هاست و از همه مهمتر با وسعت 11 هکتاری خود هم مرز با سه کشور، ترکیه، جمهوری نخجوان و ارمنستان. از اینجا آرارات رو میتونیم نظاره‌گر باشیم. آراراتی که چشمک میزنه به من ایرانی که یک روزی متعلق به من بود و متاسفانه از دست دادم. تشکیل مرزهای جدید ایران و ترکیه به دوره عثمانی برمیگرده. کمیسیون مرزی ایران و دولت عثمانی در سالهای 1911 تا 1914 میلادی در مورد مسائل مرزی در محدوده آرارات به یک تفاهم کلی رسیدن و همین تفاهم سنگ بنای مرزهای کنونی قرار گرفت. نمیتونم بدون اینکه به وسعت و زیبایی مناطق بکر چشمه ثریا و تالاب زیباش نگاهی بندازم اینجا رو ترک کنم. میخوام با قایق دوستان مرزبان گشتی در تالاب بزنم. در حال گشتنی هستیم در رودخانه قرسو که سرچشمش همون چشمه ثریاست. با اینکه سمت رودخانه قرسو کشور ترکیه قرار داره، اما این تالاب متعلق به کشور عزیز ما ایرانه. در داخل تالاب در تمام فصول پرنده های مهاجری رو میبینیم که اینجا پناهگاهشون شده. خوشبختانه مرزبانای ما نه تنها از مرزها محافظت میکنن، از این حیات وحش هم محافظت میکنن، چون شکار در اینجا ممنوعه و اینجای شکرش باقیه. همه جای ایران سرای من است. همه جای ایران سرای من است.
سفر میتونه تجربه ارزشمند و اثرگذاری باشه. این شعار نیست. امید که بیشتر ایران رو بگردیم و بهتر ببینیم و سفرمون مسئولانه و مملو از خیر و برکت برای خودمون، دیگران و سرزمینمون باشه. یار اینجاست، چرا گرد جهان میگردید؟ آنچه در برنامه بعدی تاج زاگرس خواهید دید. آقای جعفری، درود بر شما. سلام. خوبی قربان؟ زنده باشی. احوال شما؟ بفرمایید. سلام خانم. سلام. نون دارید؟ بله داریم. یه پنج شما عوض کن. چشم. اجازه بدید. سلام خانم، خسته نباشید. خسته نباشید. خانوما خسته نباشید. سارا یه دختری بود که به خاطر حفظ ناموسش با روغن نباتیه یا با پی گوسفنده. البته فعلا غیر از شما مخاطبین خارجی دیگه هم دارم که دارن نظاره میکنن با. خب یه اسیر بزرگتر رو که میگه زحمتش بیشتره رو میخواییم ببینیم. چی شد؟ خسته نباشی؟ بیتی پاکه دیگه؟ این آزاده؟ آزاده. ماشاءالله درشته. ولی وانت خالیه. چرا؟